آقای امیر حسین، شما صدامو میشنوین؟ خانم الهام حمید انصاری صدامو میشنوین یا نه؟ یکیتون جواب بدین به من. صدا خیلی پایینه. صدای منو خوب میشنوین یا نه؟ بله، صداتون رو خوب میشنویم. بله استاد، صداتون رو داریم. بسیار خوب. خب ببینید، ما در دفعات پیش، من اولا بابت اینکه درس روز یک شنبه من رو به خاطر گرفتاری که من در تهران داشتم تعطیل کردیم و جبرانش رو فردا که روز بزرگ 22 بهمنمونه میشینیم جبران میکنیم. همین ساعت 11 شروع میکنیم تا 12:30 تمام میکنیم که عقب نمونیم از برنامه. توی نظریه بولتزمن و گیبس برای یه فرمولی برای آنتروپی، طرز فکرمون این بود، طرز اندیشمون این بود، یک سامانه ترمودینامیکی داریم از تعداد زیادی ذره یا ساب سیستم یا هر چی درست شده. مثالمون هم یه لیوان آب، یه تیکه بلور یا هوای اتاق بود که تعداد اجزاش فراوان و به تعداد عدد آووگادرو یا بیشتر از اون بودن. اون وقت در هر لحظه این حالت ریز مقیاس سیستم با زمان عوض میشه. مثلا مولکولای هوای اتاق به هم یه بر میخورن. اگر در یه لحظه بخصوصی من یه فرض کنین قادر بودم یه عکس بگیرم بگم که کدوم ذره کجاست و با چه سرعتی حرکت میکنه، ولی یه لحظه بعد این وضع عوض شده. هر کدام از این عکسایی که من به فرض بتونم بگیرم اسمشو میگذارم یک میکرو حالت، میکرو استیت. ولی این خیلی به درد من نمیخوره. اون چیزی که من میخوام ببینم که به طور متوسط این سامانه چطور کار میکنه. بنابراین من با یه حالت متوسط، با یه حالت آماری از یک پدیده‌ای که زنجیروار از یه حالت میره به حالت دیگر و کتره ای هست، تصادفی هست، من یه حالت میانگین از این نظام سیستمای ذره‌ای رو لازم دارم. اون وقت برای این که به درد ترمودینامیک بخوره میخوام این بی‌نظمی و سردرگمی که در این سیستم ها وجود داره اینها را با آنتروپی یکسان بگیرم. بگم که اگر من یه تعریفی برای آنتروپی پیدا کردم، وقت این میزان از بی‌نظمی متوسطی است که من در سامانم میبینم. حالا مطابق تجویز بولتزمن یه فرمول نوشتیم براش و مطابق تجویز گیبس و نشونم دادیم که تجویز گیبس جامع‌تره و تجویز بولتزمن حالت خاصی از تجویز گیبس میتونه باشه. ولی امروز میخوام فعلا مکانیک آماریمون رو رها بکنیم. در این صفحه 20 کتاب نظریه اطلاعات آقای شنون رو یه مرور بکنیم و
بسیار بسیار نزدیک به آنتروپی که داریم بحث میکنیم هست و اصلا بگیم که هر دو یک چیز هستن. منتها خب شنان این نظریهش رو در مورد اطلاعات و انتقال اطلاعات به کار میبره و گیبس و بولتزمن در مورد بحث آنتروپی سیستم های ترمودینامیکی به کار میبرد. حالا فعلا نظریه شانون رو یک بررسی بکنیم، همین صفحه کتاب رو بریم جلو. یک فرایند کتره ای در نظر بگیریم، بازی شیر خط. شیر یا خط دو رخداد کتره ای هستند، احتمال برابر دارند، سردرگمی در پیشبینی برد یا باخت یکسان است. منظورم از این کلمه سردرگمی، ببینید چند کلمه جدید هست در اینجا، سردرگمی، بی اطلاعی، بی نظمی، و من اینا رو مترادف به کار میبرم. سردرگمی در پیشبینی برد یا باخت یکسان است، یعنی قبل از آنی که من سکه رو بندازم هوا نمیدونم اگر انداختم زمین اومد شیر خواهد آمد یا خط خواهد آمد. فقط احتمال میدونم که احتمال 50% شیر بیاد و با احتمال 50% خط بیاد. خب دو حالت بیشتر نیست. ولی تاس رو در نظر بگیرین، 6 وجه داره. وقت اینو بندازین بالا نمیدونین تک خال خواهد آمد یا چیز دیگری خواهد آمد. البته میتونیم خودمون رو قانع بکنیم احتمال اینکه تک خال بیاد 1/6 و احتمال اینکه تک خال نیاد 35/36. بره دیگه، یک جفت خال 36 حالت بیشتر نداره، یکی از اینها تک خاله و 35 تای دیگر تک خال نیست. احتمال تک خال آمدن 1/36 و احتمال نیامدنش 35/36. ببینم مثل اینکه این عددام رو یه جور دیگر نه. یه دونه تاس دارم بازه میکنم، با یه دونه تاس احتمال اینکه خال بیاد 1/6، احتمال اینکه چیز دیگر بیاد 5/6. من اون مثال قبلیم که توضیح دادم با جفت خال خودم اشتباه کردم. خب حالا فرض کنیم میخواییم بازی برد و باخت داریم میکنیم، اگه تک خال آمد من 5 تومن ببرم، اگه نیامد 2 تومن بدم و میخوام حساب بکنم ببینم که احتمال اینکه من ببرم یا ببازم چقدر به طور متوسط. و برای این یه راهی پیدا خواهیم کرد الان، ولی فعلا کتاب رو بخونیم. هر اتفاق کتره ای که احتمالش کم باشه بی اطلاعی ما در موردش بیشتره و حساب کردن روی اون برامون مشکل تره. یعنی این چیزی که با کلمه سردرگمی دارم میگم، سردرگمی برای حساب کردن برد و باخت با آمدن تک خال خیلی بیشتره تا اینکه با نیامدنش که احتمالش 5/6. یا یه مثال دیگر، همه میدونیم فردا آفتاب با احتمال 100% طلوع خواهد کرد، احتمال آمدن
سردرگمی نداره. در آمدن آفتاب فردا صبح سردرگمی وجود نداره، برای اینکه احتمالش یکی 100% میدونیم که آفتاب خواهد آمد. ولی اگر کتره‌ای بود آمدن آفتاب یا نیامدنش، اون وقت نگران میشدیم فردا بالاخره میاد یا نمیاد. ولی در مورد ابری بودن فردا مطمئن نیستیم فردا ابری خواهد بود هوا یا نه. حتی ممکنه به آمار هواشناسی هم مراجعه بکنید، بگید فردا آفتاب میاد، ولی خواهید دید که میگه با احتمال 70% فردا ابریه. هوای زنجان فرض بکنید یا تهران. و بنابراین یه مقدار سردرگم آدم آید چترش برداره یا بر نداره. هرچقدر احتمال بیشتری داشته باش که فردا ابریه، برای شما آسان‌تره که چترتون رو برداریم بریم بیرون تا خیس نشین. ولی اگه با احتمال 10% بگه فردا بارونیه، شما شاید اهمیت ندین، زحمت بردن چتر رو با خودتون ببرید. بنابراین این احتمالا، احتمال در هر چیزی کتره‌ای که اتفاق میفته، هر چقدر کمتر باشه سردرگمی و بی‌نظمی برای شما بیشتره. و هر چقدر احتمال بیشتر باشه سردرگمی و بی‌نظمی درش کمتره. این موضوع اطلاع داشتن از هر فرایند کتره‌ای که شانون میخواد این رو منظم بکنه و یک راهی نشون بده برای سنجیدن اونها، به عدد و رقم کشیدن این میزان اطلاعات. احتمال درآمدن آفتاب فردا صبح 100% است. در پیش بینی درآمدن آفتاب سردرگمی وجود ندارد. گفتم این ست کلمه سردرگمی، نه بی نظمی یا بی اطلاعی، اینا توجه بکنید. زنجیره از رخدادهای کتره‌ای را در نظر بگیریم، شماره گذاری بکنیم 1، 2، 3 نیو و بیشتر. مثلا اگر شیر خط میکردیم، این یکی و دو تا بیشتر نیست. اگر یه تاس میندازیم، این نیو حد اکثر 6 تاست. اگر تاس میخواییم بندازیم، این نیو 36 تا هست. ولی هر کدوم از این صورت ها اتفاق بیفته، یک رخداد و کتره‌ایه و یک احتمال آمدن یا نیامدن داره. احتمال اینکه رخداد نیو اتفاق بیفته بگیم اف نیو هست. اگر تعداد حالتهای کتره قابل شمارش باشه، حتما باید مجموع اف نیو ها یک باشه. بالاخره از اون زنجیره کتره ای بالاخره یکی خواهد آمد. مطمئنیم که یکی خواهد آمد. و احتمال آمدن هر کدومش میخواد باشه مجموع احتمالاته و این باید یک باشه. مادام نیو رخ نداده در مورد آن میزانی بی اطلاعی و سردرگمی. ببینم این سفر رو چطور بالا ببرم. مادام نیو رخ نداده در مورد آن میزانی بی اطلاعی و بی نظمی وجود دارد.
اگر پیامی دریافت شود که نیو رخ داده است، بی اطلاعی و بی نظمی مربوط به آن به نیو و نظم می انجامد. وقت این سردرگمی من از بین رفته و میتونم تصمیم بگیرم. در اون مثال شیر خطم، اگه قرار باشه من شیر بیاد من 5 تومن بگیرم و نیامد 2 تومن بدم، خیلی خوب، اگر یکی به من خبر انداختم و دیدم شیر آمد، مطمئنم روی 5 تومن میتونم حساب بکنم. یا اگر خطش آمد میدونم که 2 تومن باید بدم، میتونم روش حساب بکنم، حالا حساب کتاب دخل و خرج خودم بکنم. یا همینطور در مورد تاس، اگر تک خال آمد قرار بود من 5 تومن بدم، تک تومن روشنه رو ببینم، میرم میشینم حساب میکنم ببینم که 5 تومن رو چجوری در حساب کتاب مالیم بگنجونم. اگر نیامد و قرار من 2 تومن بدم، اون وقت باید و انداختم و نیامد، اون وقت باید ببینم که این 2 تومن از کجا گیر بیارم و بدم. زنجیره از رخدادهای کتری در نظر بگیریم، شماره گذاری بکنیم، 1، 2، 3 نیو، احتمال هر کدامشونم نیو بگیم. مادام که نیو رخ نداده، میزانی بی اطلاعی و بی نظمی داریم و اگر پیامی دریافت کردیم، یعنی اتفاق افتاد نیو رخ داد، این بی اطلاعی و بی نظمی مون به اطلاع و نظم تبدیل شده و میتوانیم روی این پیام برنامه ریزی بکنیم. در این بحث آغازین اگر از واژه های مانند اطلاع و نظم و آگاهی یا بی اطلاعی و بی نظمی و ناآگاهی مترادف با هم به کار می روند و شیوانیستند، نگران نباشین، برای اینکه می خواهیم از یه مفهوم جدیدی صحبت بکنیم و برای سخن نو به زبان و واژه های نو نیاز است. اطلاع یا بی اطلاعی از رخ دادن یا ندادن رخ داد نیو رو چگونه میتوان کمی کرد و چه بستگی با نیو دارد؟ ببینید، میخواییم این کلمه اطلاع و بی اطلاعی که گفتیم یا نظم و بی نظمی، اینا رو کمی بکنیم، با یه عددی بسنجیم و چگونه ببینیم این کار رو بکنیم. الان یه صحبتی تا اینجا کردیم، هر چقدر احتمال رخ دادن کم باشه، بی اطلاعی من در مورد اون رخ داد زیاده، سردرگمی من زیاده. پس بنابراین این سردرگمی و بی اطلاعی که داریم صحبت میکنیم و اگر رخ داد بود به نظم و اطلاع، کلمات نظم و اطلاع رو به کار خواهم برد، این کمیت حتما باید به اف نیو بستگی داشته باشه دیگه. این رو اطلاع رو انفورمیشن میخوام با آی نشون بدم، انفورمیشن از رخ دادن این کتری، فرایند کتری نیو که احتمالش اف نیو هست، این میزان اطلاع تابعی از اف نیو باشه. حالا چگونه اطلاع چه تابعی از این باشه؟ خب بنابراین این اولین حرفی که آقای شنون میزنه، اطلاع یا بی اطلاعی از رخ دادن یا ندادن رخ داد نیو رو چگونه میتوان کم میکرد و چه بستگی با اف نیو داره. این 3 قسمتی که در اینجا دارم پیشنهادهای شنونه. اطلاع به دست آمده از دریافت پیامی دایر بر اینکه رخ داد نیو رخ داده است تا
تابعی از FNU و مثبت باشد. این تجویز شنونه که میخواییم این اطلاع مثبت باشه، یه عدد مثبتی نشون بدیم و آن را به آی FNU information از FNU نشان دهیم. حالا اگر احتمال رخ دادن همزمان دو رخداد کتره ای نیو و میو از دو زنجیره کتره مستقل از هم برابر با حاصل ضرب احتمال های آنهاست، اف نیو ضرب در اف میو. یادتون هست در مثال گیبس بود، ما یه انسامبلی درست، مجموعی از میزهای زیاد کنار هم چیدیم، روشون یه جفت تاس انداخته بودیم و یک سکه. آمدن جفت تاس، این که جفت تاس در کدام حالته یه احتمال داشت، مثلا 3 و 4ش 1 2 3 6 ولی جفت 5ش 1 3 6 بود. سکه اونم آمدنش کتری، آمدنش ایرش یا خطش 1/2 بود. حالا اگر من میخواستم ببینم که تاس ها جفشیش و سکه شیر میاد احتمالش چقدره، میگفتم که احتمال آمدن جفشیش 1/6، احتمال آمدن شیر برای سکه 1/2، پس بنابراین احتمال آمدن جفشیش و شیر 1/2 ضرب در 1/6 یا 1/72. اگر دو تا زنجیره رخدادهای کتری داشته باشم و مستقل از هم باشن، جفتاس هم مستقل از سکه است. حالا اگر میخوام یه حالتی از جفتاس و یه حالتی از شیر رو داشته باشم، احتمال این و اون رو بعد در همدیگه ضرب میکنم. امیدوارم این توضیح هم روشن باشه و اگر روشن نیست من حرفم رو تمام کردم، از سوال بکنید. میخونم این رو دوباره. احتمال رخ دادن همزمان دو رخداد کتره نیو و میو از دو زنجیره کتره مستقل از هم برابر با حاصل ضرب احتمال های آنهاست، اف نیو ضرب در اف میو. حالا در صورت دریافت پیامی که نیو و میو هر دو رخ داده، انتظار داریم اطلاع به دست آمده مجموع احتمال اف نیو و اف میو باشد. بنابراین اطلاع رو از دو رخداد کتری که همزمان به اتفاق می افتند به تجویز، به توصیه شنون، مجموع اطلاعات می خواهیم بگیم هست. ببین این فرض شنونه، میگه اگر میو اتفاق افتاد احتمالش آی از اف نیو باش، اگر نو اتفاق افتاد احتمالش از آی اف نیو باش، اگر دوتایی با هم اتفاق افتاد اطلاعی که به دست می آوریم مجموع احتمالات باشه، ولی اگر این دوتا با هم اتفاق افتادن احتمال رخ دادن اینها اف نیو ضرب در اف میو بود و بنا به توصیه اول احتمال باید تابع از احتمال باشه، باید اتفاق افتادن همزمان نیو و میو تابع از حاصل ضرب اف نیو و اف میو باشه. پس بنابراین این توصیه اول شنون میگه که احتمال همزمان تابع از
تا حاصل ضربه احتمال است. توصیه دوم شنون میگه که مجموع احتمال اف نو رو به دست بیارین، احتمال میو رو هم به دست بیارین، با هم جمع بکنید. خیلی خوب. آی نو نمیدونیم. آی نمیدونیم چه تابعیه. ولی اگه قرار باشه این در این رابطه صدق بکنه، وقت خیلی راحت میتونیم بگیم که تنها چیزی که میگین اف نیو، آی اف نیو باید لوگاریتم متناسب باشه با لوگاریتم اف نیو. چون اگر از این لوگاریتم میگیرین خواهد شد لوگاریتم اف نیو و لوگاریتم اف علاوه لوگاریتم اف میو. وقت بنابراین آی اف نیو باید که لوگاریتم اف نیو باشه. حالا این منها برای چیه؟ اف نیو های کوچکتر از یکن، لوگاریتم هر عدد کوچکتر از یک عدد منفیه. شنان گفته بود که این رو مثبت بگیریم، بنابراین یه منها اینجا گذاشتیم. هنوز در این رابطه صدق میکنیم. هر عددی هم دلتون میخواد در اینجا میتونیم بگذارین، یک دو سه عدد بولتزمن یا هر چیزی. اون وقت اینم باز در این رابطه صدق میکنه. تازه پایه لوگاریتم چی باشه؟ پایه لوگاریتم میتونه 10 باشه، میتونه عدد نپر باشه ای، میتونه 2 باشه، میتونه هر چیزی که دلتون خواست باشه. تنها چیزی که میخوایم این رابطه برقرار باشه. در این رابطه این عدد منها گذرنده شده برای اینکه میخوایم اطلاع یا بی اطلاعی یا نظم یا بی نظمی عدد مثبتی باشه. که هرچی میتونه باشه، پایه لوگاریتم هرچی میتونه باشه. حالا این اتفاقا همین فرمولیه که انتروپی گیبس رو باش تعریف کردیم و در اونجا پایه لوگاریتم رو گیبس پایه لوگاریتم طبیعی گرفت، عدد نپر، که رو هم عدد بولتزمن گرفت، برای اینکه می‌خواستیم این آی اف نیو انتروپی باشه یا میانگینی انتروپی باشه، برای این عدد رو بولتزمن انتخاب کردیم. ولی شانون ملزم نیست که این قراردادها رو مراعات بکنه. برای شانون پایه لوگاریتم 2ه، به دلایلی که در فرستادن و گرفتن اطلاعات دیجیتال وجود داره و این عدد کیشم 1ه. اشتباه نکرده باشم الان میخونیم و میگم چیه. پایه لوگاریتم و کی هر دو بدل خواهند. در نظریه اطلاعات شنون پایه لوگاریتم 2 و کی مساوی 1 گزیده شده. آی نیو به صورتی که تعریف و تفسیر شد میزان بی اطلاعی و بی نظمی از رخداد نیو پیش دادن آن است و هر دفعه نیو رو شما عوض میکنین این آیش هم عوض میشه. ولی اون چیزی که ما علاقمند خواهیم بود میانگین اینها چیه. درسته اگر نیو اتفاق افتاد با احتمال اف نیو من یه عددی پیدا میکنم از روی این فرمول، مثلا برای شیر این عدد خواهد شد لوگاریتم منهای لوگاریتم 1/2 یا لوگاریتم 2.
برای خطم همین خواهد بود. در یه دونه تاس احتمال آمدن تک خال از روی این عدد برای شنون خواهد شد لوگاریتم 6، ولی احتمال نیامدنش خواهد شد لوگاریتم 6/5، چون احتمال آمدن نیامدن تک خال 5/6 منای لوگاریتم 5/6 خواهد شد لوگاریتم 6/5. عینی او در صورت که به صورت که تعریف شد میزان بی اطلاعی و بی نظمی از رخداد نیو پیش از رخ دادن است. میانگین این بی اطلاعی و بی نظمی در سراسر زنجیره چقدر است؟ در یک تاس که میندازیم تک خالش 1/6 یه دونه تاس، یعنی هر حالتش 1/6، ولی میانگینشون چقدره؟ در یک جفت تاس جفتاش 1/6 و نه جفت خالشون 2/3. حالا میخوایم بپرسیم که بالاخره من اگر میخوام روی برد باختم روی جفت تاس انداختن حساب بکنم چگونه میانگین بگیرم از این برد باختم؟ خب جواب این سوال آسون دادنش، شما هر چیزی رو اگر یه زنجیره کتره ای دارین برای هر حالتش اف نیو تعریف کردین، حالا به هر کدام از این حالت ها یه چیزی نسبت میدین، مثلا 2 تومن برای باخت، 5 تومن برای برد، میانگین برد باخت رو حساب بکنین، کافیه که هر کدوم از اینها رو بردن یا باختن رو ضرب در به احتمالش بکنین و میانگین بگیرین. این فایده اف نیو هاست دیگه، برای میانگینی به درد، میانگین گیری به درد میخوره. حالا در اینجا میانگین گیری رو میخوام برای خود آی به کار ببرم. باشه، برای هر رخداد نیو یه آی اف نیو تونستم پیدا بکنم، ولی میانگین اینها روی زنجیره نیوها چقدره؟ خیلی خوب، خیلی راحته، این رو هم باید عوض بکنم، اف با زیر نگاشت نیو بنویسم. اف نیو رو ضرب بکنید به لوگاریتم اف نیو و این خواهد شد میانگین. البته درسته، یادمون نره که مجموعه این اف نیو ها برابر است با 1، ولی همین عبارتی که در اینجا داریم خیلی شبیه به اون چیزی که برای آنتروپی تعریف کردیم، آنتروپی گیبس. این تنها فرقی که میکنه شانون در اینجا 1 میگیره، پایه لوگاریتمش رو 2، و گیبس این کی رو عدد بولتزمن میگیره و پایه لوگاریتمش رو پایه لوگاریتم طبیعی میگیره. اینا تنها تفاوت شده و این هم خیلی مهم نیست که با این فرمول رو میخواییم برای چه کاری به کار بریم. برای بررسی رفتار ترمودینامیکی سامانه های ترمودینامیکی، یا برای انتقال پیام از یک پیام های دیجیتالی از یه جای به جای دیگر. برم پایین ببینم چی دارم دیگه. نظریه شانون به 1947 برمیگرده و ظاهرا به نظر نمیرسد ارتباطی با ترمودینامیک و مکانیک آماری داشته
یا شانون از آنها استفاده کرده است. ولی میانگین شانون درست صورت آنتروپی گیبز رو داره. دنهای شانونه. میانگین اطلاعات شانون صورت آنتروپی گیبز رو داره. گیبز این رو در سال 1878 و پیش از او بولتزمن در 1872. فاصله زمانی بین گیبز و شانون 70 ساله و تازه اینم نمیدونیم که شانون وقتی که نظریه اطلاعاتش داد اصلا خبر داشت که گیبز و بولتزمن قبلا فرمولی شبیه فرمولیش داشتن یا نه. ولی فرمولا این هم هستن، تفاوتشون بسیار جزئیه. برای اینکه شانون نظریه اطلاعاتش برای یه منظور به کار میبره و بولتزمن و گیبز برای یه منظور دیگر. کافیز اف نیو را احتمال یکی از بسیار میکروحالت های یک ماکروحالت ترمودینامیکی بدانیم. پایه لوگاریتم را عدد اویلر و ثابت کی را عدد بولتزمن بگذینیم و بگوییم چون هیچگاه نمیتوانیم احتمال میکروحالت های سامانه های ترمودینامیکی را بدانیم، میزان بی اطلاعی و بی نظمی موجود در سامانه همون آنتروپی ترمودینامیکی است. ببینید اینجا اون چیزی که میخوام تاکید بکنم اینه. ما روز اول این ترمودینامیک رو به کار بردیم، شروع کردیم قبل از اینکه حتی به بخش آماریش برسیم. وسط حرفامون همیشه از بی‌نظمی در سامانه‌های ترمودینامیکی صحبت کردیم و بعدم یواش یواش گفتیم که این بی‌نظمی به میزان آنتروپی بستگی داره و هر چقدر آنتروپی سامانه بیشتر بشه، بی‌نظمی هم که درش می‌بینیم بیشتر میشه. مثال‌های فراوانی هم آوردیم. گفتیم اگر یه ظرف هوا رو گرم بکنیم، مولکول‌هاش سریع‌تر حرکت می‌کنن. و ما اگر یه تصویری میخوایم ازش داشته باشیم برامون مشکل تر میشه. در یه جمعیتی که توی هم وول میخورن، اگه همه آرام حرکت بکنن سر در آوردن ازش آسون تره. ولی اگر قرار باشه مثلا یه بمبی منفجر بشه، همه شروع بکنن به این ورانور دویدن، مدیریت اون سامانه بسیار مشکل خواهد بود و بی نظمی درش مشکل خواهد بود و بگیم که آنتروپی در اونجا بیشتر خواهد بود. این رو نه فقط در این مثال جمعیت که تو هم وول میخورن میتونیم ببینیم، در مورد یه ظرف گاز، یه لیوان آب یا یک دیکه بلور نمک هم میتونین همین مفاهیم رو به کار برین. پیش از شانون فیزیکدانان و شیمیدانان می دانستند با گرم کردن یک گاز یا مایع بی نظمی در حرکت اتم ها و مول ها افزایش می یابد، یا در تعبیر مکانیک آماری حجم فضای فاز و تعداد میکروحالت ها بزرگتر و به سردرگمی میانگین بیشتر که حالا آن را آنتروپی نامیده این می انجامد. ببینید شما یه سامانه رو گرم میکنید، بی نظمی درش بیشتر میشه. ولی بی نظمی درش بیشتر میشه چه اتفاق میفته وقتی که سامانه رو گرم میکنید؟ انرژی کل سامانه بیشتر میشه. انرژی کل سامانه بیشتر شد، مجموع انرژی سینتیکا
یه سامانه بیشتر میشه. ولی مجموع انرژی سینتیکا رو شما حساب میکردیم، قبلا حساب کردیم، گفتیم روی عبارت است از مساحت یک هایپرکره 3N بودی به شعاع 2M ضرب در U انرژی میانگی. یعنی وقتی که بی‌نظمی زیاد میشه، یعنی تعداد میکروحالت های سامانه زیاد میشه و فضای فازش گسترده تر میشه. این جمله رو بخونم. یا به تعبیر مکانیکی حجم فضای فاز و تعداد میکروحالت ها بزرگتر میشوند و به سردرگمی میانگین بیشتر که حالا آن را انتروپی نامیده ایم می انجامد. و نیز می دانستن، یعنی فیزیکدان ها وشی می دانن. در یک سامانه دو بخشی جدا از دنیای بیرون اگر انتروپی یک بخش کاهش یابد، انتروپی بخش دیگر چنان زیاد می شود که انتروپی کل بیش از پیش باشد. و گفته شود در سامانه های جدا از بیرون هرچه رخ دهد به کاهش انتروپی نمی انجامد. این حرف را هم باز فراون تکرار کردیم. هر سامانه ای رو که در تعادل نیست به حال خودش بگذارین، معالا به حالت تعادلش نزدیکتر و نزدیکتر خواهد شد. و هر قدمی که به سوی تعادل برمی داره یه مقدار به بی‌نظمی درش اضافه خواهد شد، یه مقدار به انتروپیش اضافه خواهد شد، به طوری که در تعادل بی‌نظم‌ترین حالت رو خواهد داشت و بیشترین انتروپی رو خواهد داشت. اینا چیزایی که میتونه آدم تصورش آسون باشه. هر سامانه ای رو که جدا از بیرون باشه به حال خودش بگذاری، از بیرون کسی انگولکش نکنه، انرژی نده، انرژی نگیره، گرمش نکنه، سردش نکنه، به حال خودش بگذاره، معالا به تدریج به سمت تعادل خواهد رفت. و هر بار که یک قدم به سوی تعادل برمی داره مقداری بی نظمی درش اضافه میشه و مقداری انتروپیش بالا میره و سردرگمی درش بیشتر میشه. اینجا گفتم یه سامانه دو بخشی در نظر بگیریم. یه جسم گرم، یه لیوان آب بگیرین و بعد یه حب قند رو بندازین توش و نگاه بکنین تا اینکه حب قند درش حل بشه. ببینید حب قند یه ساختار مرتبی قبل از اینی که بندازین اون تو داشت، نظمی درش بود و مولکول های آب هم یه نظمی درش بود، آب بودن، هر جاش نگاه میکردی مولکول های آب بودن. ولی وقتی که حب قند حل شد توی لیوان آب، اولا نظم خود حب قند از بین رفت و در ثانی وسط مولکول های آب شما مولکول های شکر پیدا خواهی کرد، دیگه اون لیوان آبتون هم اون نظم گذشتتون رو نداره. بنابراین انتروپی در اینجا زیادتر شده بود. به حال خودش گذاشتین، اصلا به همش هم نزنین، بگذارین اونجا تماشاش بکنین، بالاخره قند حل خواهد شد توش. به
یه چیزهای دیگری هم در اینجا دارم، فکر میکنم فهمیدنش الان یه خورده مشکل باشه. در مسئله اطلاعات بالا پایین نمیره باز، در مسئله اطلاعات شنون چطور شد؟ خارج شدیم؟ شیطانه که مکسولم بخونم، اگر چیزی دستگیرتون شد شده، نشدم نشده. وقتی شنون قبل از شنون، وقتی مسئله آنتروپی مطرح بود، این حرف از مکسوله که خیلی بیشتر از شنون میزیست. شیطانک مکسول میتواند از حالت اتم ها و مولکول های یک سامانه سر در بیاورد. اگر یه شیطانی باشه و بره توی بحر یه سامانه اتم ها و مولکول ها و سر بیاره که کدوم اتم در کجاست و کدوم مولکول در کجاست، معناش اینه که اطلاع پیدا کرده و نظمی درش میبینه. بنابراین آنتروپیش برای اون شیطانک آنتروپی کاهش یافته. یا اگر اون اطلاعات رو به من شما منتقل بکنه، ما میفهمیم که یه نظمی پیدا کردیم که کدوم مولکول کجاست و اون وقت عادتا باید بگیم که آنتروپیش برای ما کمه. ولی لانداور و همکارانش نشون دادن درسته که شیطانک میتونه به اطلاعات اتم ها و مولکول ها دسترسی پیدا بکنه و آنتروپی محیط و آنتروپی سامانه رو کم بکنه، ولی خودش زحمت کشیده، یه انرژی مصرف کرده. آنتروپی محیط خود شیطانک بالا رفته و روی هم رفته. آنتروپی شیطانک بلاوه آنتروپی سامانه بلاوه آنتروپی محیط شیطانک، اینا رو با هم جمع بکنید، اینا بیشتر از قبلی خواهد بود، بنابراین تناقضی وجود نداره. اینم باز جمله رو بخونم. علارغم 100 سال فاصله، 100 سال نیست، 70 ساله من این رو تصحیح کردم در ویرایش بعدی که دستون خواهد رسید. علارغم 70 سال فاصله میان فرمول بندی ترمودینامیکی و ابداع نظریه اطلاعات شنون، به جرأت میتوان گفت هر دو نظریه با فرایندهای کتره‌ای سر و کار دارند و اصول و موضوعشان یکسان است. هر قضیه و نتیجه و روشی که در یکی کاربرد داشته باشد، در دیگری نیز همانند و کاربرد دارد. خب من لازم دونستم حالا که آنتروپی رو با بی‌نظمی اینا تعریف میکنیم، خبر داشته باشیم که شنون در نظریه اطلاعاتش چی میگه. یه 5 دقیقه به سوال جواب اختصاص بدم. هر کدامتون سوالی دارین گوشیتون روشن بکنید و سوال بکنید، وقت تلف نکنید. شیطانکه رو دقیقا توضیح میدید چیه؟ چی؟ شیطانکه ماکسول رو دقیقا توضیح میدید چیه؟ شیطانک مکسول، یعنی فرض کنید که یکی یه جنی چیزی پیدا شد
و رفت داخل لیوان آب و شکر و به من شما خبر داد که فلان اتم شکر الان در فلان جای لیوانه. یه اطلاع دیگه. وقت مکسول خود منم این رو خیلی یه دفعه خوندم ولی مهمه الان برام. مکسول این مسئله رو ترک کرده که میشه رفت تو نخ این سامانهای پیچیده و خبر آورد بیرون. منظور از شیطانکینه. و وقتی که شما با خبر شدین یه نظمی درش میبینین و بنابراین سردرگمیتون کمتره و یا به تعبیر دیگر آنتروپی که اون سامانه داره برای شما کمتر میشه. اگر سوالی نداری من خواهم رفت روی بحث اصلیم. این در صفحه 20 کتاب بود. حالا بریم بالا. صفحه 78 بود نه؟ دارید من حرکت نمی کنن. کسی هست به من بگه لایده سی یک مون سلاید اینا یادتون هست دیگه نه؟ این فرمولا رو نگاه بکنید. این آنتروپی گیبسه. ببینید این لوگاریتم F. اینجا سامانه ها نوتاسیونمون رو یه خورده متفاوت با اون قبلیه. اونجا میگفتم رخدادها 1, 2, 3 نیو باشن. اینجا در فضای فاز هر ذره در یک نقطه کیو و در یک مومنتوم پی قرار گرفته. برابر احتمال چگالی احتمال این. چگالی احتمال بودن در نقطه کیو و پی در فضای فاز اف پی نیوه. اگر من بدونم این رو اطلاعی که به دست میارم متناسب با لوگاریتم میشه. حالا میانگین این اطلاعات چقدره؟ ضرب در خود احتمال بکنین و انتگرال بگیرین و این انتگرال منفیه منها به خاطرش گذاشتیم که عدد بولتزمنه بر این که اسم میخواییم آنتروپی ترمودینامیکی باشه. اون وقت این شرط به هنجار بودنه و یه شرط دیگری هم
شرط بنجار بودن در هر حال باید باشه. این انسامبل میکروکانونی با آنتروپی گیبس رو چند بار تکرار کردم، این رو رد میشم. انسامبل کانونی رو صحبت کردیم. انسامبل کانونی با میکروکانونی تفاوتش این بود. در انسامبل کانونی همیلتونی که مجموع انرژی سینتیکا بود برای گاز کاملمون، دقیقا خود همیلتونی ثابته. ولی در انسامبل کانونی اینطور نیست. انسامبل کانونی یه سامانه است که در تعادل گرمایی با بیرونه. انرژی میانگین ثابته. همیلتونی میانگین ثابته. همیلتونی میانگین هم عبارت است از خود همیلتونی ضرب در احتمالش در نقطه پی کیو و انتگرال. بنابراین با انسامبل کانونی اگر سرکار دارین، آنتروپی گیبس رو می نویسیم و مکسیمایز می کنیم. بیشترین می کنیم. پیشینش میکنیم. چگونه پیشینه میکنیم؟ مشروط به دو تا شرط. اولا اینکه انتگرال خود اف روی فضای فاز یک باشه. دوم اینکه این انتگرال یو پیشینه باشه و دو تا شرط داره. این دو تا شرط رو با دفعه پیش بررسی کردیم با دو مولتیپلایر لاگرانژ اضافه کردیم به انتروپی گیبس، یکی لامدا یک و یکی لامدا ای انرژی، و این به ما داد اف باید متناسب باشه با ای به توان منهای همیلتونی تقسیم بر کیتی. این دونستیم این یه نحوی این لامدا ایه که اسمشو گذاشتم منهای یک دیوم، و این زدم لازم نیست بدونم، ولی این که منهای که بلاوه لامدا ظاهر می شد در این محاسباتتون، این هم اسمشو گذاشتم که لوگاریتم زد، و این فرمول به این صورت در آمد. حالا زد رو چطور حساب بکنم؟ یعنی ببینید لازم نیست شما که ای رو حساب بکنید، لامدا رو حساب بکنید. مستقیم اگر میدونید احتمالتون اینه، خود زد رو میتونید حساب بکنید. خود زد عبارت است از انتگرال ای به توان منهای ایج بر کیتی دی اومیگا. فضای فازتون باید برین به سراغ فضای فازتون، این کمیت رو حساب بکنید. این رو حساب کردیم، میدونیم چجوری حساب بکنیم. ببینم کجا حساب کردیم، فعلا نمیبینم. ولی این زد یه نقش بسیار بسیار اساسی داره، مشکل حساب کردنش. ولی وقتی که حساب کردیم بسیار بسیار کارایی داره. چرا؟ برای اینکه زد یکی از ویژگی های سامانه تونه. هر سامانه به شما بدن یه زد برش میتونید تعریف بکنید. و اگر این ویژگی زد رو پیدا کردین، بقیه ویژگی ها رو مثل انرژی میانگین، مثل آنتروپی، مثل معادله حالت، مثل هر چیز دیگری که تو ترمودینامیک دیدین، میتونین از روی زد حساب بکنین. بنابراین به این فرمول F و این زد که با این انتگرال نشون داده شده با احترام نگاه بکنید. حلال مشکلاته.
این زد. و اول از هم اگر این رو بدین سراغش حساب بکنید که گفتم کار آسونی نیست، ولی صرف این که میدونین یه همچین زدی وجود داره، بسیاری از فرمولاتون رو میتونین به دست بیارین. مثلا من در اینجا دفعه پیش گفتم یو، خیلی خوب، میانگین روی اف دیگه، باید روی هملتونی با اف میانگین بگیرم، بیا میشه این. خب اینو، این اعمال ریاضی ساده رو انجام بدین، میشه KT2 لوگاریتم زد بر مشتق لوگاریتم زد بر حسب تی. اینجاست. این اگر زد رو حساب کردین تابعی از تی خواهد بود، تابعی از حجم این چیزا هم خواهد بود چون اونا در این دی اومگا هستن، ولی فعلا اونا رو بذارین کنار. همین صرفا اینکه زد به این ترتیب تابعی از تی هست، این فرمول رو به دست میاری. خب اینو به دست آوردیم، این به چه دردمون میخوره؟ پایینش نگاه بکنید. S چی بود؟ S اونجا که F لوگاریتم F بود دیگه، به جای F مقدارش رو بگذارین، این فرمول رو به دست خواهین آورد. باز این فرمول رو پس رو بش بکنید ببینید خودش این کیتیش رو، منای کیتیش رو بیاریم بیرون، یوه تقسیم بر کیتی شده. این یکی جملهش لوگاریتم زد میشه. خب حالا اف رو به دست میارین، یو منای دی اس. حالا که اینا رو به دست آوردین میتونین برین پایین، از این فرمولای ترمودینامیک استفاده بکنید. اگر شما F رو داری ببینید، الان اینا رو صرفا به خاطر اینکه من F برای احتمال دارم اینا رو حساب کردم. ولی اگر اینا رو دارین بریم سراغ ترمودینامیک. ترمودینامیک میگه آنتروپی باید برابر باشه DF به DT در حجم ثابت، و پی باید برابر باشه با DF به DV در تی ثابت، و خود یو هم اف مساوی تی و علاوه اس. این فرمولی که دوباره نوشتم. بخش بزرگ کار محاسبه تابع پارش است. در زیر آن را برای گاز ذره های کلاسیک تمیز پذیر حساب میکنیم و خواهیم دید با اون که از گاز کامل میشناسیم برابر است، و لازم است گاز کامل را مجموعی از ذره های تمیز برابر نیست. این یه داستانی که الان یا شاید دفعه دیگه بهش برسم. خیلی خوب، حالا بریم سراغ حساب کردن این تابع پارش. هملتونی عبارت از این، شما اگر N ذره دارین، هر کدوم از ذره های مومنتوم X، Y، Z دارن، انرژی نتی که هر ذره عبارت از اینه، و هملتونی کل مجموع این است. بعد برم صفحه بعد. خب حالا قرار من این فرمول رو حساب بکنم، ولی من N تا ذره دارم. این N تا ذره هملتونیشو دیدین که هیچ کاری با هم دیگه ندارن. توی اون هملتونی که نوشته بودم ذره یک روی ذره دو اثر نمیذاره، ذره دو هم روی ذره یک اثر نمیذاره. اینا مستقل از هم هستن. چون مستقل از هم هستن، بنابراین کافیه که من این انتگرال رو برای یک کدام از این ذره ها حساب بکنم و بعد به توان N برسونم، یه زد کوچیک حساب بکنم
و بعد این زد کوچیک رو به توان N برسونن. چرا؟ برای اینکه ذره ها با هم دیگه اینتراکشن نداره. و وقتی که با هم اینتراکشن ندارن، کاری به کار هم ندارن. برای ذره یک یه زد به دست میارن، برای ذره دو یه زد دیگر به دست میارن که اتفاقا چون همانند هستن، این زد برای یک و دو با هم یکی هستن، پس زد دو ذره خواهد شد زد به توان دو، زد ان ذره خواهد شد زد به توان ان. حالا این زد ان ذره رو شما در این فرمول قبلی اون جمع روی آی این ها رو دور دارین، وقت اون چیزی که میمونه اینی که برای یه ذره این زد چقدره. این هم قبلا حساب کردیم، وی ضرب در فلان در معادله 2.12 حساب کردیم که در آن از انتگرال اینا رو بخواین حساب بکنین، این انتگرال نیاز دارین ای به توان x تو دی x رادیکال پیه. با داشتن z، حالا اگر این z رو داریم، انرژی آزاد هلموت کی لوگاریتم z بود؟ یه v به توان n دارین در اینجا. از این باید لوگاریتم بگیریم. یعنی از این باید لوگاریتم بگیریم. اولا میشه n برابر لوگاریتم این z و خواهد شد به kt هم ضرب میشه منهای n kt لوگاریتم v و 3/2 لوگاریتم 2 پی ام kt. میتونین لوگاریتم رو باز بکنید، 2 پی ام و k شو بذارین کنار و لوگاریتم تیش رو نگه بدارین یا هر چیز هر کار دیگری بکنین. خب پس این اف میشه. حالا اس چی بود؟ دی اف به دی تی در حجم ثابت. از این اف نسبت به تی مشتق بگیریم. جمله اولش اینجاست، n k لوگاریتم v اشاره داشتم، 3/2 لوگاریتم 2 p m k t، یه تی هم اینجا دارم، از این مشتق بگیرین خواهد شد یک تقسیم بر k t، این k t رو از بین میبری، این جمله به دست میاد 3/2 n k، یه مدد ثابتیه به دی بسگی نداره، هم n ثابته و هم k ثابت، 3/2 هم ثابت و این میشه آنتروپی. آنتروپی برای گاز کامل. ولی تو این فرمول یه عیب هست. این عیب عبارت از اینه که S یک متغیر ترمودینامیکی فزاینده است. F هم همینطور. معنای این حرف یادآوری میکنم، عبارت از اینه، اگر شما دو تا سیستم رو گذاشتین کنار هم و ثبت کردین به تعادل ترمودینامیکی رسیدن، اف کل خواهد شد اف یک به علاوه اف دو، اس کل خواهد شد اس یک به علاوه اس دو، ولی دماشون هر دو تی خواهد موند، فشارشون هر دو پی خواهد موند. مگنتیزیشن اگر دارن میدان مغناطیس ایج خواهد بود، ولی مگنتیک مومنت ها با هم جمع خواهد شد. این معنای فزاینده بودنه. اف و تی فزاینده هستند. اگر ان و لامدا وی و وی را ببینید، در اینجا ان دارین و وی دارین، اگر ان و وی را لامدا برابر کنیم، اف و اس
و به تبع پتانسیل های ترمودینامیکی دیگر لامدا برابر نمی شوند. نگاه بکنید. من اگر این رو لامدا برابر کردم، خب این اف لامدا برابر میشه. دو برابر کردم، این اف به خاطر این دو برابر میشه. ولی اگر وی رو دو برابر کردم، لوگاریتم وی لوگاریتم دو وی برابر با دو لوگاریتم وی نیست. ببینید فزاینده بودن اینه که اگر اینو وی علت این که میگم توی این فرمول بیشتر از اینو وی نمیبینید. اگر اینو وی رو من لامدا برابر کردم، اف و اس باید لامدا برابر بشن. این رو لامدا برابر بکنم میشه، ولی وی رو لامدا برابر بکنم، لوگاریتم لامدا وی برابر با لامدا لوگاریتم وی نیست. یعنی چی؟ یعنی با این ترتیبی که شروع کردیم یه جایی یه خطایی سر زده و فعلا جواب درست به دست نیاوردیم. این خطا ببینیم از کجا سرچشمه میگیره. ولی اف و پی به دست آمده فزاینده نیستند. اگر این وی را لامدا برابر کنیم، اف و اس و به تبع پتانسیل های ترمودینامیکی دیگر لامدا برابر نمی شوند به خاطر همین لوگاریتم وی. خطایی سر زده است و اون نادیده گرفتن تمیز ناپذیری اتم ها و مولکول های گاز است. ببینید یه جفت هاست شبیه هم هستند، ولی اینا ذره های کلاسیک هستند. من میتونم روی یکی بنویسم تاس شماره یک، اون یکی بنویسم تاس شماره دو و اینو بندازم بیان پایین، میبینم کدوم یک تاس یکه کدوم یک تاس دو. ولی با یه جفت مولکول اکسیژن این کار نمیتونم بکنم. یه جفت مولکول اکسیژن رو بگیرم کف دستم، روش نمیتونم بنویسم مولکول شماره یک شماره دو. نمیتونم رنگشون بکنم، مولکول رنگ قرمز و مولکول رنگ آبی. ذرات ریز، ذرات کوانتومی قابل تمیز از همدیگه نیستند. ذرات کلاسیک قابل تمیزند، میشه شماره گذاری کرد، میشه رنگ‌آمیزی کرد و در هر لحظه تشخیص داد کی به کیه. ولی ذرات کوانتومی رو نمیشه این کار کرد. درسته که ما از ذرات گاز کامل از N ذره شون صحبت کردیم، ولی این N ذره اصلا تمیز پذیر نیستن. اگر ذره یک در موقعیت یک باشه و دو در موقعیت دو، یا بالعکسش ذره یک در موقعیت دو و دو در موقعیت یک، من بین این دو حالت نمیتونم تمیز بدم اگر ذرات کوانتومی باشن. ولی اگر ذرات کلاسیک باشن این کار رو میتونم، این تمیز دادن رو میتونم انجام بدم. این رو در همه کارهایی که تا به حال انجام دادیم در مورد گاز کامل، یا مثال آوردیم از یه لیوان آب یا از یک تیکه بلور، این تمیز ناپذیریه این اتم ها و کوانتوم ها رو، اتم ها و مولکول ها و الکترون ها و فلان هرچی که از این قبیل میشناسید، اونا رو در نظر نگرفتیم. اونا باید یه چاره ای بکنیم. چارش هم رو فردا
بیشتر توضیح میدم، ولی الان در اینجا شما اگر سوالی دارین از اینجا خوب شد. کدوم صفحه بود؟ جلو رفتم، عقب موندم. خب این نارسایی ببینیم از کجا سر زده. فرض کرده ایم ذره ها کلاسیکند و در فضای فاز مسیر می پیمایند و ناظر بیرونی می تواند مسیرها را دنبال کند و رد ذره ها را پی بگیرد، در حالی که اتم ها و مولکول ها ذره های کوانتومی اند و مسیر ندارند. از احتمال یافتنشان در جایی از فضای فاز سخن گفت. در زیر به این دشواری می‌پردازیم. ببینید یه مثال دیگه بزنم. از همین یه جفت تاسی که اینم صحبت می‌کنیم. یه جفت تاس وقتی که من می‌اندازم بپرسم که چند حالت یک و دو وجود داره؟ ممکنه تاس یک بیاد، دومی دو، یا بالعکس تاس یک دو بیاد، تاس دو یک. وقت تاس ذرات کلاسیک هستم بین اینا من میتونم فرق بگذارم. ولی اگر قرار بود که من نتونم فرق بگذارم بین این دو تا حالت، تشخیص نخواهم داد. خواهم گفت که یه جفت تاس اونجا یک و دو دیگه. وقت اینا تمیز ناپذیر خواهند بود. وقت خواهم گفت که یه جفت تاس که میندازم عوض این که بگم 36 حالت دارند، یه بار این رو حساب کردم، 21 حالت بیشتر ندارند. 21 حالت عبارت از اینه، شما این 1 1 1 2 1 3 و بعد 2 1 2 2 در یک مربع بچینین، مربع 6 در 6، روی قطرهای این 1 1 2 2 3 3 و 6 6 رو خواهید دید. اون وقت در اون طرف بالای قطر این 1 2 1 3 2 3 فلان اینا خواهید دید، پایین قطر دوباره 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 فلان اینا را خواهید دید. ولی اگر قرار باشه این طرف قطر با این طرف قطر تمیز ناپذیر باشه، خب از این 36 تا 6 تا قطر کم کردیم، مون 30 تا، این 30 تا رو نصف بکنیم 15 تا، بنابراین 15 تا حالت تمیز قابل تمیز خواهید داشت، میشه 15 تا به علاوه 6 تا میشه 21 تا. و اون وقت باید بپرسین که توی این 21 تا احتمال آمدن هر کدوم از اینا چقدر. این تفاوت تمیز پذیری و تمیز ناپذیری.
البته با تاسا همیشه ما 36 حالت تشخیص خواهیم داد و حالت های 1-2 هم خواهیم گفت 2-3-6 همه، برای اینکه این دو بار تکرار میشه حالت 1-2. ولی با کوانتوم بازارات کوانتوم این کار رو نخواهیم، قادر نخواهیم بود این کار رو بکنیم. 1-2 فقط یک حالت در مورد ذره های کوانتومی، حالت 1-2 یکی بیشتر نخواهد بود، ولی اون که شما دو تا ذره داشته باشید. خب من درستان میخوام تمام بکنم، سوال اگر دارین در این مورد بگین و بقیه حرفامون رو فردا ساعت 11 دنبال خواهیم کرد. سوال اگر دارین سوال بکنین. این تمیز پذیری و تمیز ناپذیری به قدر کافی من توضیح دادم و شما به قدر کافی یاد گرفتین یا نه؟ یکی حرف بزنه. استاد زد رو دوباره توضیح میدی چجوری به دست اومد شد وی در 2P MKT به تمام سه دو کن؟ اینو برگردیم به این فرموله، فرمولی که اشاره میکنیم که در قبلا حساب کردیم. ای بابا بود. ببینید این داستان از اینجا سرچشمه گرفت. من n تا ذره دارم و n تا ذره همشون یکسان هستند و انرژی نتیک هر کدامشون با انرژی نتیک اون یکی یه جور نوشته میشه، بنابراین و با هم کاری ندارن، ذرات با هم اینتراکشنی بین ذرات وجود نداره، یا اگرم وجود داشته باشه با اون پرنسپل آف دیتیلد بالانسین خودمون رو قانع کردیم هر اتفاق بیفته معکوس رو اونم اتفاق میفته، چون تعداد اتفاقات خیلی فراونه و انگار این دوتا عمل و معکوسش رو به حساب هم دیگه میذاره، میگیم یه چه اتفاق نیفتاده و بنابراین مستقل از هم هستن ذرات، کاری به کار هم ندارن. وقت در این صورت اگه کاری به کار هم ندارن، ترمودینامیک یه ذره با برای خودش، ترمودینامیک ذره دو برای خودش و اینها را محاسبات رو برای یه ذره حساب بکنید، بعد حالا یا برای این ذره جمع بکنید یا ضرب بکنید، این کاری که در اینجا انجام گرفته. یه فرمول اشاره کردم. ببینید اولا که این رو یه سامیشن روی آی ها داشت، ذرات داشت، این سامیشن رو به حساب بیارین، یه انتگرال برای ذره یک، یه انتگرال برای ذره دو، اینا به هم دیگه ضرب میشن و بعد انگار که یه این زد رو برای یک کدام از ذره ها حساب کردین بدون اون سامیشن، بعد ضرب میکنین به هم دیگه به توان n میرسونین. ولی n برای یک ذره هم در این معادله داده شده، اولا یه حجم داره اون تک ذره تون، تمام حجم ظرف رو میتونه جولان بده و ثانیا انرژیش روی یک کره سه‌بعدی است، چون یه ذره بیشتر نیست، روی ذره سه‌بعدی است که شعاعش 2 MU 2 MKT
و این مساحت اون چیزه، سطح اون کره است که اینجا نوشته شده. حجم ضرب در شعاع کره ای که چون انرژی عبارت بود، انرژی تک ذره عبارت بود 3/2 کیتی دیگه، پس بنابراین این ذره میتونه روی کره به شعاع 3 رادیکال 3 که رادیکال 3/2 کیتی جولان بده. اون وقت مساحتش حساب بکنید، خواهد شد این فرمول. خیلی خیلی ساده است این فرمول. حجمش که حجم دی، ببینید این دی کیو، دی اومگا کیوش یک جا وی رو میده، این دی اومگا پیه که مشکل کرده. یک کره حساب بکنید، سطح یک کره حساب بکنید که شعاعش هست رادیکال 3/2 کیتی، وقت این به دست بیاد. درست است. من بله، این تمیز پذیری و ناپذیری رو فهمیدین؟ تمیز پذیری ذرات کوانتومی کلاسیک و تمیز ناپذیری ذرات کوانتومی. هر کس سوال داری در این مورد بپرسه. استاد، این تمیز پذیری و ناپذیری رو یه بار دیگه میگید؟ ببینید، شما ذره کلاسیک اگر داشته باشین یه جفت تاس، میتونید اینا رو شماره گذاری بکنید، تاس شماره 1، تاس شماره 2، یا حتی یه مشت ماسه رو ورداریم پرتاب بکنید باسمون. هر کدوم از این ذرات یه مسیری برای خودشون دارن. شما میتونید مسیرها رو شماره گذاری بکنید و آخر سر بریم ببینید که ماسه ها مسیر شماره 1 ماسش کجا افتاد، ماسه شماره 2 کجا افتاد، و اینا رو اصلا تمیز بدید. ولی با مولکول های اکسیژن هوا این کار رو نمیتونیم بکنین. دو تا مولکول اکسیژن رو رها بکنید، اینا اولا مسیر نمیپیمان، ذره کوانتومی که مسیر نداره. فقط میتونیم بگیم با احتمال فلان این ذره، این دوتا مولکول رو میتونم در کجا پیدا بکنم و کجا پیدا نکنم. احتمال فقط میتونیم بگیم. روی مولکول ها نمیشه شماره گذاری کرد، مولکول ها میشه رنگ کرد، تشخیص داد. ذرات کلاسیک رو میشه شماره گذاری کرد، میشه رنگ کرد، میشه به هزار ترتیب دیگر اینا رو از هم تشخیص داد و تحولشون رو دید در زمان که چگونه حرکت میکنن، کجا بودن و کجا هستن. ولی مولکول ها رو نمی، مولکول ها، اتم ها، الکترون ها و هر ذره بنیادی دیگری که سراغ دارین، اینا رو نمیشه رنگ کرد، نمیشه شماره گذاری کرد، نمیشه از هم دیگه تمیز داد. مشابه هستن این ذرات ولی تمیز ناپذیرن. بولبرینگ هایی که از یک کارخونه میاد بیرون همه ممکنه مشابه باشن ولی تمیز پذیرن. شما میتونین شماره گذاری بکنید اونا رو، ولی مولکول ها مثل بولبرینگ های مشابه از یک کارخونه آمده باشن بیرون نیستن، نمیشه مولکول ها شماره گذاری کرد. بنابراین بولبرینگ های یک کارخونه تمیز پذیرن علارغمی که همه مشابهن، ولی مولکول های اکسیژن و هیدروژن هوا مشابهن و تمیز ناپذیرن. صحبت اینه. خب میتونین، مثل اینکه تعدادی هم خارج شدین از کلاس، من هستم هنوز، هر کسی سوالی داره بپرسه. و اگر تا
30 ثانیه دیگر کسی سوالی نکرد منم خارج خواهم شد. سلامت تا فردا ساعت 11 خداحافظتون.